Back to report the failure of his efforts to solve the oil crisis comes Mr. Richard Stokes. And just as soon as this obstacle in the way of providing... The talks collapsed and the British evacuated Abadan, expecting the refinery to shut down. Abadan, where the last group of British oil experts passed through the customs en route for Iraq and home. من اون موقع ناخدای چیز بودم، قایق موتوری بودم به نام زاغی، چوبی بزرگ بود. گفتن بره کارشناسا رو میخواد ببره بصره، از بصره پرواز کنن بره. گروه اول که اومدن، وقتی که اومدن دیدم همه من زیرم میخندن، اینا ناراحت شدن، هو زدن به ایرانیا هو. بعد کپتن ناوی که ایستاده بود رو بروی آبادان بهشون گفت کیپ کوایت. فیلم درباره کودتاییه که سرویس‌های اطلاعات آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 32 یعنی 1953 میلادی علیه دولت دموکرات ایران انجام دادن. And you see here the first part of that sentence that as an act of US foreign policy conceived and approved at the highest levels of government, it was not an aggressively simplistic solution clandestinely arrived at. But was instead an official admission by both the United States and United Kingdom that normal rational methods of international communication and commerce had failed, i.e. Mossadegh was in the way. And even acknowledged the British role. Right. What we discovered, which has turned the story upside down in a sense, is that the British were much, 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 much more involved. در طول ساخت فیلم کشفی کردیم که همه چیز رو از این رو به اون رو کرد و اون این بود که بریتانیا بیش از اونچه که در روایات رسمی هست در این کودتا سهم داشته. البته هنوز هم بریتانیا رسما هر گونه دخالت در این کودتا رو رد میکنه. ما متوجه شدیم که یک مامور مخفی بریتانیایی بوده که البته به جای نامش در بیشتر مدارک سه نقطه گذاشته شده، ولی اسمش نورمن داربی شایر بوده و به ادعای خودش کسی بوده که از راه دور کودتا رو هدایت کرده. تقیه امیرانی کارگردان فیلم به یک نسخه مصاحبه پیاده شده متعلق به یک مستند تلویزیونی قدیمی دست پیدا کرد که در اون مصاحبه هم با نورمن داربی شایر بود. ما امیدوار بودیم که فیلم این مصاحبه رو پیدا کنیم، ولی دود شده بود، رفته بود تو هوا. البته عده‌ای مدعی بودن که اصلا چنین مصاحبه‌ای نبوده. تصمیم گرفتیم که مصاحبه رو با یک بازیگر بازسازی کنیم. من رالف فاینز رو از فیلم بیمار انگلیسی که تدوین کرده بودم میشناختم. بهش زنگ زدم و گفتم ما یه پیشنهادی برات داریم، میشه بیاییم باهات حرف بزنیم؟ خلاصه قبول کرد و در همون هتلی که مصاحبه‌های اصلی اون فیلم ضبط شده بود، رالف فاینز کلمات داربی شایر رو بازگو کرد و با در دست داشتن این به عنوان رشته اصلی تونستیم بقیه داستان رو دورش منسجم کنیم. Long smoldering Iranian nationalists made clear their intention to seize the oil industry and expropriate the British company. Focal point of Iranian unrest, however, is the government, headed by 70-year-old Premier Mohammad Mossadegh, whose single purpose is oil nationalization. دولت انگلیس می‌خواهد با همون رویه قرن 19 با ملت ایران رفتار کند. The director Taghi Amirani is Iranian. He was born in Iran in 19. تقی امیرانی کارگردان فیلم ایرانیه که توی سال 60 میلادی در ایران متولد شده و در 15 سالگی به بریتانیا اومده. اون تو رشته فیزیک تحصیل کرده توی دانشگاه ناتینگهام. من اولین بار اونو تو نیویورک دیدم. اون موقع من مشغول تدوین یه مستند دیگه بودم که اتفاقا به فیزیک ربط داشت و شروع کردیم راجع به فیزیک با هم حرف زدن. از مصاحبت هم لذت بردیم و ارتباطمون رو حفظ کردیم تا اینکه من به این فیلم پیوستم. اگه این کودتا در سال 2013 اتفاق افتاده بود، مطمئناً هزاران ساعت ویدیو ازش وجود داشت که مردم با موبایل هاشون گرفته بودن. ولی در سال 53 میلادی هندیکم هم وجود نداشت، چه برسه به موبایل. بنابراین تصویری از اتفاقات اون روزها موجود نبود. بنابراین نقاشی‌هایی که در فیلم می‌بینید، جلوه تصویری اون چیزیه که مثلا وقتی موسی مهران محافظ دکتر مصدق داستان اون شب رو تعریف میکنه در ذهنشه. میتونستیم فقط صورتش رو نشون بدیم که داره ماجرا رو تعریف میکنه، ولی یه جایی دیگه آدم میخواد وقایع رو ببینه. حوالی ساعت 4:30 اگر اشتباه نکنم 28 تانک به خانه دکتر مصدق و اطرافش حمله کردن. Let's go!
از طرفی ما نمیخواستیم دقیقاً صحنه ها رو بازسازی کنیم، چون اونجوری میافتادیم تو وادی اینکه حالا این چقدر به واقعیت نزدیکه. نزدیکه ولی قابل باور نیست، یا خیلی نزدیکه ولی عین اون نیست. ولی با رنگ و روغن یه جورایی همه چیز پخش و محوه، مثل خاطره، و بنابراین اون حس درونی رو نسبت به واقعه به آدم میده. ولی دیگه خطر اینو نداره که مخاطب فکر کنه ما داریم وقایع رو بازسازی میکنیم. نه، فقط میخوایم مجسم کنیم که توی سر کسی که ماجرا رو تعریف میکنه چی میگذره. ولی حرف خوبش که یادگار خواهد بود که یکی از درشات همینطوری که تمام این چراغاتش دست گذاشته بود و قسمتی از اعضای بدنش بیرون اومده بود، روش دست گذاشته بود و همون جام جون داد، گفت فدا آقای دکتر مصدق، گفت فدای آقای دکتر مصدق. در تیتراژ فیلم اسم منو تغییر به عنوان نویسنده در کنار هم اومده. من معتقدم که تدوینگر فیلم مستند، مستند بدون فیلمنامه، نویسنده اون مستنده. ولی به جای نوشتن با کلمات که اونم گاهی جزوشه، با تصویر و صدا مینویسه و ساختمون کلی داستان رو تعیین میکنه. تصمیم میگیره که چه داستانی بگه، کی قراره توش باشه، چطور شروع میشه، چجوری تموم میشه، نقطه عطف چیه، همینطور در جزئیات مثل این که چه شاتی استفاده بشه، کجا کات کنیم و از این چیزا. اگر نوشتن رو به مثابه خلق یک چیز بگیریم، نویسندگی در این فیلم دقیقا همونه. این نیست که من و تقی نشستیم تو اتاق و روی کاغذ یه فیلمنامه 120 صفحه‌ای نوشتیم. نه، ما خودمون رو به موج فیلم سپردیم. روی متریالی که داشتیم کار میکردیم و سعی میکردیم بین همه چیز یک پارچگی ایجاد کنیم. و در همین حین تقی هم میرفت و چیزهای تازه ای فیلم برداری میکرد. گاهی فیلم های آرشیوی جدید پیدا میکردیم و خیلی طبیعی فیلم پیش رفت و کامل شد. And new archive material was coming in, and so it evolved very organically. With Medina and Smith and also, yes, Mr. Lord Morgan.